چطوره؟ یه جوری میگی چطوره؟ انگار هفت پشت طراح گرافیس بوده، اینم تو درست کردی. آی محترم، زحمت حمالی و بدو بدوشو که دیگه بنده کشیدم، یه تشکر کنی چیزی ازت کم نمیشه. چیه؟ یه نهار خوردی، رم کردی، حمله میکنی، صداتو میبری بالا. من صدامو نبردم بالا، رمم نکردم. صرفا یه اعتراض کردم به قدر نشناسی شما. بعدش هم فکر نمیکنم منت گذاشتم برای نصف نهاری که زور به ما دادی تو فرهنگ ما جایی داشته باشه. فرهنگ جان دست درد نکن. فقط این میخوای این لبخند رو حفظ کنم، بعد فردا خودت تو خوب نشون بدی. تو جون بخوا داداشم، دوست داری برای چی کار کنم؟ داداش؟ آره دیگه. آره دیگه؟ دوست مهربونم. نه، برادرزن گلم، سلطان گلم. یعنی من اسیر این روحیه قهرمانانه و متواضع تو هم. آخه فردا میخوام برام تو بازی بهتره کنی. آها، پس موضوع از این قراره. خبر نداری داداش. سلطان، از چی خبر ندارم؟ یه کمیته استقبال برات چیدم توپ. واقعا؟ نه علکه میگم. درد باز دو دقیقه بهت خندیدم. تو چرا اینقدر عبوس؟ یه ذر پوزخند بزن دیگه لوس. واقعا بی جنبه. پاشه گم شو رو خونتو. واقعا؟ واقعا چیه؟ میگم گم شو خونتو. نه واقعا برات یه کمیته استقبال تشکیل دادم. واقعا؟ ببین، اولین کاری که کردم گفتم از این پوستر تو تیراژ بالا بزنن بدیم دست هوادارا. بعد یه کمپین استقبال از تو را انداختیم به سرپرستی موجی که وقتی شما خسته از ورزشگاه برمیگردی جلوی در خونه شعارهای غرورآفرین بدن که شما خوشحال شی. بعدش هم انشالله با امید خدا تماشاگرها تشویقت میکنن فردا. نه دیگه، یه جوری باشه که 100,000 نفر یه پارچه یه نفس منو 90 دقیقه تشویق کنن. اون ورزشگاهی که شما فردا توش بازی داری نهایتاً 10,000 نفر جا داره. جدا؟ خب 10,000 نفر منو یه پارچه یه نفس 90 دقیقه تشویق کنن. سلطانم، 4 تا بازی آخر دربی 10,000 نفر نرفته که تو همچین توقعی داری. حالا بیاد نهایتاً 1,000 نفر. 1,000 نفر میان حالا؟ عمره. پس چی میگی؟ بالاخره چند نفر میان؟ آقا من چه میدونم، تو یه جوری داری منو سوال جواب میکنی انگار من روابط عمومی و اتاق آمار سازمان لیگم. حالا 200-300 نفری میان دیگه بالاخره. خب همون 200-300 نفری که میان یه پارچه یه نفس منو 90 دقیقه تشویق کنن. خودت یه لحظه فکر کن، یک نفر 90 دقیقه بدون توقف تو رو تشویق کنه، میشه؟ حالا تو سعی تو بکن دیگه، باشم زود راه بیفتین که اونجا برسید کارا رو انجام بدید. نه خیالت راحت، فردا جمعه است، خیابونا خلوته. فردا جمعه است؟ آره دیگه فردا جمعه است. ببین چقدر خاطر تو میخوام که یک جمعه هم استراحت ندارم. جملت واقعا تکونم داد. تو فقط جمعه استراحت میکنی؟ یا این بازی کثیف رو همینجا تمومش کن. نه جواب منی نبود، شما فقط جمعه استراحت میکنی؟ خواهش میکنم قابل. جواب منو بده دیگه، شما فقط جمعه استراحت میکنی؟ بله. بله؟ نه. این صداقتت ستودنیه، ولی از این صداقت که بگذریم، شما خواهر ابله منو گرفتی به درک، من از شما متنفرم به درک، از همدیگه بدمون میاد به درک، میخوام سر به تنت نباشه به درک، نه کاری داری نه باری داری نه حرکتی به درک. نه دیگه، این به درک نداره، یا واسه خود یه کار پیدا میکنی یا همین وسط دارت میزنم. بابا تو الان داری یه جوری با من صحبت میکنی، هر کی ندونه فکر میکنه شما تا دیروز صبح بنایی میکردی، شبا هم تو شیفت شب آژانس کار میکردی که خرج یه خونواده بدی. اوج فعالیت تیم بوده که با بارسا هفتا بزنی، به رئال یه کاری هم کنی، مسی اون وسطا هتریک کنه. ولی من قول میدم به شخصم اینا رو خوشبخت کنم و دنبال کارم میگردم. چشم. ظاهرا شما امشب هم هتل مسرور اقامت داری.
قصرور. بله. آقا سلام. سلام علیکم. دو تا بلیت VIP تقدیم به شما. خیلی ممنونم. چقدر تقدیم کنم؟ آقا نفرمایید، اینجا متعلق به خود شماست. نکن آقا. عذر میخوام. آقا جمشید بی زحمت اینا رو بین هواداران پخش کن. بله 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 رو شما. خیلی ممنون. بریم کچه ها. اینو بخور، آب قند حالتو بهتر میکنه. چته تو؟ چرا این ریختی شدی؟ چرا قوات دوباره رادیو پیامت روشن نکن؟ رادیو پیام چیه؟ میگم چرا این ریختی شدی؟ خودتو باختی. مثل اینکه اولین بازی رسمی ما. خب من یه نکته بده الان میگم. نگو نگو، روشن نکن. یه نکته؟ روشن. دلم میخواد امروز سنگ تموم بذارین. البته یادتون نره چی بهتون گفتم، رو هوا بازی میکنین. توپ رسید بهتون سانت میکنین رو دروازه رو سر قباد مسرور. اوکی؟ استاد مهار، تو تمرین میگی زمینی ضعف دارن، روز بازی میگه هوایی بازی کنی. جریان چیه؟ الانم بریم تو زمین بازی ممکنه یه چیز دیگه بگم. ببینم من باید برای جناب عالی توضیح بدم که چی کار میخوام بکنم. سلام علیکم. سلام. چرا دوباره بخ کردی؟ همه جور زد و بند مافیا دیده بودم غیر این رقمی. به سر این پاش با اون پاش لایی میزنه. نگاش کن، این گچ سفید شده. تا حالا تو عمرش ورزشگاه ندیده. اون وقت اون باید بره تو ترکیب اصلی، من بشنم رو نیمکت ذخیره. من جای تو بودم تو مسائل فنی دخالت نمی‌کردم. مربی دیگه. نظرش امروز اینه. فردا نظرش یه چیز دیگه است. اتفاقا بهتر. بذار بره تو زمین گم بزنه جای خالی تو احساس شه. اینطوری هوادارا هم پشت تو وای میسن. اینم نگی نمیشه که. اینم باید بگی که سر ما رو شیره مالی دیگه. مگه تو بچه‌ای سر تو شیره بمالم؟ چشه روور میگی؟ اینا رو کسی داره بهت میگه که موشو تو این فوتبال سفید کرده. برنده بازی امروز تویی. باشه. مجید بیا بیرون، کارت دارم. تاکتیک آخره یه بار دیگه با بچه ها مرور کن. خب راستشو بگو، دوباره بهت پیامک زدن؟ نه. در هر صورت ما بازنده ایم با این اوصاف. پس زدن اونم چه پیامکی، دو برابر مبلغ قبلی. اصلا فکرشو نمی کردم یه همچین آدمی باشی. میتونم قبول نکنم. نه دیگه، کار از کار گذشته. تو هم قول دادی زایه میشی. 50-50 کسی نفهمه، نمیخوام کسی اضافه شه. منظورت اینه که؟ آره، تیمو عوا کن، ولی اختلاف زیاد نباشه. نمیخوام صدای کسی در بیاد. اوکی، من میرم سمت زمین تا بچه ها بیان. آی رستمین، این آقای مهار چی کار داره میکنه؟ این چه هرنجیه چیده؟ همه خوبا رو نیمکت، 50% همه تو زمین. آقا، تو تصمیمات فنی سرمربی دخالت نکنید. خودشون باید جوابگو باشن. ببازن خودشون باید جواب بدن، ببرن خودشون باید جواب بدن. بفهمو به کارتون برسیم. باشو، شما میگید دیگه. آباد، چقدر خوشگل شدی. راست میگی؟ اینه گل کلم شدی. خجالت نمیکشی؟ این چه ریختی درست کردی؟ ولی خاص شده. خاص نشده. اینه دلغکای سیرک شده. اینه کلم نارس شده. خاصی هاشمان ما چه مدلی بزنم خاص باشه؟ بابا این کلمه خاص و فرهنگ لغتت حذف کن، وگرنه بازی که هیچ باشگاه پرتت میکنم بیرون. چشم. برو ببینم چی کار میکنی. امروز خاص بازی میکنم.
بابا این بازی شروع نشده که تو داری مخ منو میخوری آخه. مامان جان این خواهر و برادر کلا تختشون کمه. به جای اینکه همجوری بشینی قور بزنی به جون من، تو میذار هیجان بده، انرژی بفرست داداش داره بازی میکنه. آخه از اینجا چجوری میشه به تلویزیون انرژی فرستاد؟ مادر من شما انرژی رو میفرستی، انرژی میره تو کائنات انرژی رو منتقل میکنه وسط زمین فوتبال، بعد این انرژی میخوره به داداشم قباد، قباد پاش میخوره به توپ، توپ میره تو گل، تموم شد. خوبه خوبه، شما به جای نقل و انتقال انرژی برو زنگ بزن به سحر. خوب شد خوب بیا نداره. در کل شرایط هر دو تیم تقریبا برابره و این هم چهره قباد مسرور خرید جدید تیم دلاوران که با شمایل عجیب و غریبی در اولین بازی رسمی خودش حضور پیدا کرده. این بازیکن از اعماق دریای حرف و حدیث و شایعه و گمان زنی میاد که خیلی از این پسر قباده؟ چرا خوش این ریختی کرده؟ آره شبیه بودفنگی شده. در لیگ برتر ایران حضور پیدا کنه و توپ بزنه، ولی باز هم لازم به ذکر که اینها همش حدس و گمانه. منتقدین مامان جون شما هم که حلهولا نخو دوباره حالت بد میشه دیگه. من اگه نفالم حالم بد میشه. به نظر میروز ببازی نه. خیلی ممنون واقعا اقعب روحی هم میگیم. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ من خیلی فکر کردم، دیدم هیچ خونی خود آدم نمیشه، واسه همین برگشتم اینجا بمونم. بازی شروع شده؟ صدا تو ببر دیگه، شروع شد. چشم. خب سوت شروع بازی، دلاوران با لباس راه راه آبی و اناری از راست به چپ و تیم تهران پارس شهر طبیعتاً از چپ به راست با لباس نارنجی و شورت سیاه. اولین خطای بازی در همین ابتدای بازی شکل میگیره. تعداد اندکی تماشاگر برای دیدن این بازی به ورزشگاه اومدن. مجید محال هم برای اولین بار در تیم دلاوران با لباس سرمربیگری، البته اون کارنامه خیلی درخشانی نداره که بعد از استعفای قیدی سرمربی پیشین دلاوران جانشین او در این باشگاه شد. موقعیت، یه پاس طلایی برای قباد مسرور، میزنه بیرون. چه فرصتی رو فراهم کرده در اولین بازی رسمی خودش. آه از نهاد هوادارهای تیم بلند میشه، اما برای قضاوت خراب کننده این موقعیت، یعنی قباد مسرور هنوز زوده. آقا قباد مسرور چشم حسودان دور. آقا جون آقا قباد مسرور تو فشوت کن توی تو. آقا جون خب شما یه ذره تخمه بزن، شما اسپانسر تیمی نه از شعار بدی که برات حرف در میارن. خب حالا یه تعداد هوادار هستن دیگه، این لیدرها اونا اونجا تشویق میکنن. بابا اینا همینجوری ساکت و سمنبک نشستن دونیق دادن تو زمین، یعنی چه؟ خودم رو تشویق میکنم. آقا جون خب باید بهشون خط بدید شما. موفق نیست. خط فرزاد جعفری توپ رو بلند میفرسته برای حسام حسینی. حسینی توپ رو با یک استوب سینه زیبا مهار میکنه. یه پاس تک ضرب توپ رو ارسال میکنه برای عزیز علیزاده که توپ از بین پاش به اوت میره. اوت رو پویا زارفرد بلند میندازه برای یاور غنبری که هنوز لحظه بلند شد. بفهم امید حاجیلی روش خطا میکنه. عمو جان خدا در خدمتی. خیلی آقایی چاکرت اینو داشته باش. چی همون؟ به به این خط که دارم بهت میدم. خط؟ قربه شما. قباد 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 مسرور. یه ضربه کاشته خوب برای دلاوران. قباد مسرور رو میبینید که در گوشه تصویر به هوادارانش که مشغول تشویق هستن تعظیم میکنه. حالا این تشویق ها خودجوشه یا از جای دیگه سرچشمه میگیره، قضاوت با شماست. علی اساری ضربه رو میزنه، توپ روی سر مسرور. این مدلیشو دیگه ندیده بودی. بازیکن انقدر سرش گرمه به خوشو بشه با هواداراست که توپ رو بالای سرش نبینه.
به آقای مسرور خوش اومدی. یه پاس عمقی دیگه برای قباد مسرور که فکر میکنم برای دهمین بار توی آفساید قرار میگیره. اعتراض خودش به کمک داور رو هم با کومیدن توپ به زمین نشون میده که اگه نصر چقدر این پسر بد بازی میکنه. خب البته وقتی که مدیر ندار باشه همینه دیگه، چشش به دست اینا اونه. هر کی چندر قاز برداره بیاره میره تو ترکیب اصلی بازی میکنه، نتیجهش هم این افتضاحی میشه که میبینی. اینقدر مزخرف نگو، بلند شو برو بیرون. من جای تو باشم اینجوری حرف نمیزنم. بهت میگم چرت و پرت نگو، بلند شو برو بیرون. عزیزم تو که نمیتونی من از خونم بیرون کنی، قربونت برم. خونت؟ اینجا خونه پدر منه. بله خونه پسر منم هست. بله البته سه دنگش مال ایشونه، سه دنگ دیگه‌ش هم مال من. چی؟ من دلم نمیخواد در مورد این موضوع حرف بزنم، اما خودت نمیذاری. بله عزیزم سه دنگ این خونه و سه دنگ اون باشگاه مال منه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا خونه منه و تا خودم هم نخوام هیچکی نمیتونه بیرونم کنه. داری مزخرف میگه، امکان نداره. پاس برای بهرام فکور. باشه وقتی مدارکش رو کردن وقت میفهمی کی مزخرف میگه. پگاه برای مهران احمدی، یه فرصت زمینی، پاس در عرض میرسه به مسرو، ولی اون در عین مواری زمین میخوره و توپ رو بر میگردونه. برای بار اول بد نبود. آقا رستم یکی رو به زور فوتبالیست میکنی، از این بهتر که نمیشه. مسرو خنده دار بازی میکنه. گوزفند قباد پا تلایی، امید تیم مایی. عزیز علیزاده و محمد هاشمی هست. مامان شکو خوشو ببینین این آناناس چجوری داره همه موقعیت‌ها رو خراب میکنه. تازه شده عین تو. عین من؟ آره دیگه، تو هم استاد خراب کردن موقعیت‌های خوب. تازه داشت رفاقت اون پا میگرف اومدی شدی زن بابا، داشت باشگاه جون میگرف اومدی هوار شدی همه چی رو خراب کرد. خودت خواستی دیگه رفاقت نکنی، من همه چی رو خراب کردم. ببخشی توقع نداری به دوست صمیمیم بگم مامان جون که. در ضمن من کی هوار شدم؟ خوبه وقتی من اومدم باشگاهتون به گل نشسته بود، یه هزار تومانی نداشتین خرج توپ جمع کناتون بکنین. اون باشگاه اگه پول نداشت آرامش داشت، که تو به سلامتی همونم ازش گرفتی. تو با من مصالحه کن، آرامش به باشگاه برمیگرده. ببین برای بار هزارم بهت میگم اینو از سرت بیرون کن که من و تو یه روزی توی یه تیم با هم توپ بزنیم. واقعا آفرین به این بازیکن. یه پاس در عمق دیگه، قباد مسرور توپو بر میداره و میره. ببینیم واقعا حضور این بازیکن خنده داره. توپ رو تا اوت با عزت و احترام. ببینم اون قباد حمله ماست یا دفاع اون تیم. موقعیت برای تهران پارس شرق، توپ به نزدیک دروازه فرزاد جعفری میرسه. حساری توپ رو به کورنر میزنه. آقای مهار بازی هوایی به کار تیم ما نمیاد، بهتر نیست تاکتیک تیم رو عوض کنیم؟ همینجوری عالیه. توپ و زمین تو دست اوناست، اینجوری باشه گل میخوریم. ها ببینیم میتونن از کورنر به دست اومد استفاده کنن یا خیر. اونجا بازیکن‌ها هم به صورت من تو من مشغول یارگیری هستن تا توپ ارسال بشه. یار علی یکو بگیر علی. بچه‌ها یار تو سینه. ضربه زده میشه. قباد مسعود توپو به تیرک دروازه خودی میکوبه. گند زدی قباد. هم تیمی های اون به شدت اون مورد اعتراض خود قرار میدن. چهره مغموم و حق به جانب قباد و نگاه مجید مهاد. بالاخره آنچه که نباید میشد شد و صدای هوادارای تیم دلاوران بلند شد و یک صدا خواستار رها کردن تیم توسط مسرور هستند. این قباد با ماست یا با اوناست؟ با ماست. پس چرا
تو دروازه خودمون میزنه. بازی اولش یکم جو ورزشگاه گرفتتش، قاطی کرده دروازه رو. ای قباد! احتشام خوابی؟ نه بابا داشتم فکر میکردم. چه خبر؟ ازم شماره حساب خواستن سیاوش، چیکار کنم؟ آره شماره رو بفرست. با این وضعیتی که میبینم اون قضیه حله. اوکی حرف نداری. چرا میزنی؟ برای چی زدم؟ آقا جون بشین شما. بذار برم حساب چه برسم. آقا درست میشه ولش. چی درست میشه؟ آقا جواد هرس نخور، بازی داور داره، همه چی تحت کنترله. چیزیش نشده مامان جان، تابلو بود داشت تمارز میکرد، خودش حالش خوب میشه. چیزیش نشده، بچه‌مو زدن آشغالش کردن، انقدر انرژی کردی که انرژی ترکوندش. مامان جان چرا خودتو ناراحت میکنی؟ یه خورده گوشمالی برای آقا پسرت لازم. تو خواهرشی یا دشمنشی؟ دلش کن مامان جان، این دلش از یه جای دیگه پره. توپ در خوشبور زنگ بزن به گوبا پاسکاری میشه انگاری زنگ بزن الان نمیتونه گوشی جواب بده که خوب زنگ بزن به قشایار، زنگ بزن به بابات. یه حمله برای تهران پاس شرق شکل میگیره که فرزاد جعفری میاد و توپ رو در اختیار میگیره. ضربه و سوت پایان نیمه اول. فهمیدنم بهتر بازی کنم زدم. خب یه نکته نباشه بیشتر اسپری بزن. خب میشه چیزی نشد، چیزی نشد. بکنم برای درمان باید ازام بشم فارغ نمم. چرا؟ شواش چه شلوغش میکنی؟ الان زدی اسپری رو؟ زد برات، الان خوب میشی. کارت حرف نداشت پسر، همینجوری ادامه بده. تو استعداد آینده فوتبال این مملکتی، همینجوری قرص و محکم به کارت ادامه بده. تازه داری تو تیم جا میفتی، من روت حساب کردم قباد، فهمیدی؟ چش ادامه میده. فقط میشه اون پسری که منو زد و بزنمش تلافی کنم؟ اه زشته. تلافی که کار درستی نیست، ولی اگه تو دلت خنک میشه اوکی، من حرفی ندارم. دیگه همه چی حل شد؟ حرفی نیست؟ حرف که زیاده، ولی نه با تو، با کسی که این ملکا رو به نام تو زده. آخه خب تقصیر نداشته، طفلکی عاشق بوده. عزیزم این اسمش عشق نیست، اسمش بلای خانمان سوزه، یعنی تو. خدا تو فریدونو بکنه زیر گل. ماما چه خدا نکنه، این چه حرفیه؟ والا بلندشو به کارت دارم. بله. یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟ بگو. بابام به جز اینجا باشگاه دیگه چه چیزایی به نامت کرده؟ هیچ. خیلی خوب، یه کاری میکنیم، تو برو یه خونه بگی، من هر ماه هندسه دنگ اینجا به تو اجاره میدم. من دوست ندارم جایی برم، دوست دارم اینجا زندگی کنم. آخه زندگی کردن با دوتا آدمی که میخوان سر به تن تو نباشه به چه درد تو میخوره؟ چطوری یه کار دیگه کنیم؟ شما دوتا اینجا برین، من دو برابر اجاره این سدونگو به شما میدم. تو این آرزو رو به گور میبری که من همچین کاری انجام بدم، محاله. خب پس چاره ای نداریم، بعد اینجا با هم زندگی کنیم، همدیگر هم تحمل کنیم. ولی من دیگه ولی نداره، من هر چی میگم تو یه چیزی میگی. یه کاری نکن فردا برم یه بنا بیارم یه تیغ وسط این خونه بکشم دو نصفش کنم و اینقدرم دیوونه هستم این کارو بکنم، فهمیدی؟
جونم آقای رستمی. این پسره با این بازی مسخرش داره شاخه کمر تیز میکنه. نگران نباش، خیالت راحت باشه. به محض اینکه گل اولو بخوریم میکشمش بیرون. حواسم هست. من کارم بلدم آقا سیاوش. الان حالش چطوره؟ طوریش نیست، میتونه بازی کنه. هر خبر جدیدی شد منو در جریان بذار. اوکی. اوکی. واو. تماس گرفتم گفتن حالش خوبه الان میاد تو زمین. میگن حالش خوبه الان میاد تو زمین. خب نیمه دوم رو هم از سر میگیریم با سوت داور این بازی. جناب آقای مهراج دهقانی. قباد مسرور هم به بازی. اونجا ببین حالش خوبه. مسئولیتش خیلی جدی. چجوری انقدر زود حالش خوب شد؟ من داداشم همیشه فیلمش بود. نه بابا چشش زدم. آخه مادر من کی اون توفره چشم میزنه؟ کاظم آقا چه ربطی به اون داره ماما؟ همین که من میگم. نه خیر مامان جان، اینا همه انرژی منفی، این انرژی منفی. باز دوباره شروع نکن. چشم. باز هم این صدای اعتراض قباد برو بیرون اندک هواداران دلاوران. آقا جون شما بشین من میرم درستش میکنم. چی رو من میرم درست میکنم؟ اینا تو این شرایط هیجانی ان نفی میزنن نه بچه. آی رستمی هر چیزی با زبون قابل حله. قابل حله؟ آقا جون شما تخمه بزن من الان برمی کنم. برو عزیزم. ساکن. این موضوع با گفتمان حل میشه. باید دید تصمیم مجید محال در پی اون تصمیم خانم نصر دوستانی چیست در قبال خرابکاری های پی در پی و سریالی این بازیکن آماتور. بله آقای رستمی، همین الان بدون کوچکترین حرفی این پسر روانی قباد از زمین میکشی بیرون. اونجا یه پاس اشتباه میده کولاکولا. شوخیتون گرفته، اگه این اتفاق بیفته که همه چی میره رو هوا. همین که گفتم. و اوت برای تهران پارس. اعتراض بازیکنان دلاوران و معراج دهخانی، داور بازی که سعی میکنه جو رو آروم کنه. خب یک آدم میکنن اونجا بازیکنان دلاوران. این طرف علی ساری پاس میده به بهرام فکور، یا نفر به زیبایی جا میذاره، نگاه میکنه کسی رو پیدا نمیکنه، به عقب پاس میده. پاشو خودت گرم کن. پاسا نباشه الان دیگه، حرف اضافه نباشه. پاشو. رفتم حالشون رو گرفتم. آهی ضربه توپ به سر قباد میخوره توی دروازه، گل برای دلاوران. واقعا نفهمیدم این قباد بود که گل زد، یعنی این توپ بود که به سر قباد گرفت رفت توی دروازه، یا قباد توپ رو زد و گل شد. در هر صورت الان دیگه این گل به نام قباد ثبت شده و باید بپذیرید. باور کنید من هنوز خودم توی شوک قرار دارم. گل زد. باور کنم که قول بدم از اون قول بدم حساس بوده ثبت میشه. خیلی بیشوره. یعنی چی به جز خشایار؟ کم شد. این که شانسی بود. تو خوبی.
از مطبوعاتی. چی شد؟ هیچ خبری ازشون نیست. بد شانسی آوردیم، بد شانسی. اشتباه کردیم. باید همون اول دم پرداد رو میدیدیم یه گل خوشگل میخورد، کار به اینجا نمیکشید. اما اتفاقا بعدم نشد. حالا میری تو کنفرانس یه مانور عجیب غریب مطبوعاتی را میندازیم. دوباره چی تو سرته؟ تعهد. تعهد به فوتبال پاک. میری میگی به من پیشنهاد بی‌شرمانه شد. برم بگم؟ آره بگو به من پیشنهاد رشوه شد. اما من مجید محالم، محال خودم رو بفروشم. محاله. مجید با این کارت اقلا یه هفته تیتر یک خبرایی. سیاوش گاهی ازت میترسم. تو موزمارترین دست پشت پرده هستی که تا حالا دیدم. بترسم.